سلام دارم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. در برنامه گفتگوی کارگری تلویزیون این هفته با رفیق محمدرضا شارگونی هستم بر سر موضوع مهم اعتصاب سراسری کامیونداران در کشور. سلام دارم خدمت شما رفیق شارگونی گرامی. زنده باشید امیر جان. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز تلویزیون راهکارگر. زنده باشید. نیک مطمئنم که در جریان هستید. از اول خرداد تا به امروز که 11 خرداده کامیونداران و رانندگان کامیون از نقطه شروع کردن و سپس وسیع و وسیع و وسیع شد، به طوری که در روز دوم چیزی نزدیک 25 استان و نزدیک 100 شهر پوشش داد. الان که با هم صحبت میکنیم این اعتراض نیروی بالای 100 هزار کامیوندار یا راننده رو پوشش میده در بیش از 200 شهر کشور ما. یعنی یکی از بزرگترین اعتصاباتیه که در طول سالهای اخیر جامعه ما به خودش دیده. خواستم نگاه کلی شما را نسبت به وسعت این اعتراض، اهمیتش در کشور با بینندگان تلویزیون رای کارگر تقسیم بکنید. ببینید، اولین نکته ای که میتونم بگم عبارت از اینه که خب حمل و نقل شهری، داخل شهری و بین شهری در دنیای امروز که بخش اعظم جمعیت در هر کشوری، مثلا در کشور ما هم که حالا چشمگیره دیگه، در داخل در شهرها زندگی میکنن، یکی از بزرگترین و حساسترین بخش های خدمات، نه تنها در ایران بلکه در جاهای دیگه هم، مثلا در اروپا. مسئله اینه که اتحادیه های حمل و نقل نقش خیلی حیاتی دارن، چون واقعیت اینه که عملا اگر اینجا اختلالی ایجاد بشه همه چیز به میخوابه، حتی نان برای خوردن پیدا نمیشه، آب برای خوردن در خیلی جاها پیدا نمیشه. اصلا این طوریه، مثلا حتی در داخل اروپا، تا چه رسد که در ایران این طوریه. دومین نکته عبارت از اینه که اینجا در کشور ما توجه باید داشته باشید که همین که کامیونداران یا مثلا رانندگان کامیون میگیم، باید توجه داشته باشید که بخش اعظم اینها زحمتکش هستن. یعنی اینطور نیستن که مثلا طرف مثلا ده ها کامیون داشته باشه. معمولا طرف غالبشون اینطوری انجام خودشون یا نصف کامیون رو دارن، یه بخشی از کامیون رو دارن و اینها و کار میکنن. آدم های حتی اونایی که کل کامیون رو هم دارن خودشون کار میکنن خودشون، یعنی چیزهای مهمیه. بعد مسئله دیگه عبارت از اینه که در کشور ما راه هم بسیار ضعیفه این، و در جمهوری اسلامی به شکل فاجعه باری ضعیف شده. یعنی هیچ در دوره جمهوری اسلامی عملا چیزی اضافه نشده، نمیگم که اصلا اضافه نشده، ولی کشور پهناوریه، در حالی که برای حمل و نقل ارزان و به اصطلاح مؤثر و کارآمد راه هم خیلی حیاتیه. لازم هم نیست که مثلا راه های دور برید. در مثلا دو تا همسایه ما پاکستان و ترکیه رو در نظر بگیرید، خاک این دو تا، مساحت این دو تا کشور تقریبا نصف مساحت هر یکشون نصف مساحت ایرانه، از مثلا تا مثلا پاچه از نصف هم کم داره. راه آهنشون یا به اندازه ایران طول راهن یا بیشتره. خب توجه داشته، یعنی این لازم نیست که بیاید مثلا کشورها خیلی پیش رفته بولا. مثلا راه آهن ایران رو با راه آهن هند مقایسه کنید، طول خط راه آهن و مساحت کشور، اون وقت متوجه میشه که اصلا چقدر عقب مانده است مال ما. و در کشور اینطوری خیلی حیاتیه که مسئله حمل و نقل ارزان و مؤثر و کارآمد که مثلا به موقع، همین دیدی که مثلا صحبت از این بود که هندوانه میکارن در سیستان و بلوچستان، خود اینم خودش یه ماجراست دیگه، چرا خاصن در جایی که آب فلان اینطوری هست و اینا مثلا. ولی هر در هر حال هندوانه اینها رو به قسمت های حساس کشور که جمعیت خیلی فشرده داره نمیتونن به موقع برسونن، میونه روی دست تولید کننده. اگر اینها مثلا سیستم راه آهن مؤثر و اینها میداشتن، خیلی اصلا ارزان تمام میشد دیگه. اینها وقتی نیست
در واقع حمل و نقل به اصطلاح جاده‌ای هستش. همون که گفتم 97% 93% کل حمل و نقل بین شهری ایران جاده‌ای هستش. در اینجا این نکته دیگر عبارت هست اینه که بخش بزرگی از این به اصطلاح بنگاه‌هایی که اینها براشون کار میکنن یا نهادهای دولتی هستن یا شبه دولتی. اون شبه دولتی ها، اون خصولتی ها بدتر از دولتی ها هستن، چون اونها رو اصلا باهاشون نمیشه صحبت کرد، چون اونها به ملأ اعلی متصل هستن دیگه، مثلا سپاه و جهاد و نهاد و اینا که خوردند و فلان، آیت الله زاده ها و سردار ها و نمیدونم بیت و نمیدونم فلان و اینا رو نمیشه صحبت کرد که اصلا. طبیعیه که اینها پول اینها رو به موقع نمیدن، همونطور که مثلا بزرگترین خواسته کارگران در این اعتراضاتی که میکنن کارگران ایران حقوق معوق هستش. حالا شما بهتر از من میدونید دیگه که در دقیق تحقیق میکنید مسئله رو. در رابطه با اینها هم میبینید که یکی از اینها که مثلا این بار میبره و موقع نمیدم مثلا هزینه یه چیزش رو، خب چه کار بکنه این؟ بعد مسئله دیگری که هستش اینه که واسطه درست کردن برای اینکه مثلا پولشو بدن، یه پرسنتاجی ور میدارن، یه کارهایی میکنن، یه بازگیری های میکنند و اینها، و اینها هستند که در واقع منگنه شدن واقعا این چیزهای کارکنان این بخش، کارگران این بخش و اینها، یعنی اصلا داغون کننده هستش. یعنی اینها با کسبه کوچک و معمولی سر و کار ندارن، حداقل با به اصطلاح عمده فروشان کار دارند و صادر کنندگان و وارد کنندگان، و اونها آدم هایی هستند که دستشون اگر به نهادهای قدرت وصل نباشه نمیتونن کاری بکنن. در ایران ولایت فقیه جمهوری اسلامی میدونیم یعنی چه دیگه. بنابراین اینه که اینها با قدرت دولتی متصل به ملأ اعلی روبرو هستند. اینم یه ماجراست. من فکر میکنم که این قضیه نشون میده ضمناً که وضعیت فروپاشی اقتصادی که یه مقدارش خودش در دست جمهوری اسلامیه که اینها در واقع بلعیدن بخش بزرگی از اقتصاد رو، بخش دولتی نیست، اساسش این بخشهای شبه دولتی هستش، اینها در واقع یک رانت ویژه‌ای رو دارن که تحمیل میکنن و در هر حوزه ای که این حوزه چیزا هستن اتحادی به اصطلاح این کامیونداران، یعنی کار کنان به اصطلاح حمل و نقل بین شهری، نیرویی هستن که به اصطلاح شریان های حیاتی کشور در دستشون هستش و اعتصاب اینها میتونه خیلی کلیدی باشه. و در اینجاست که به نظر من حرکت هایی که قبلا شده توجه باید داشته باشیم که این حوادث بعد از حوادث دیماه به اصطلاح اتفاق میفته، بعد از اعتصابات مکرر، حرکت‌های مکرر معلمان در سطح سراسری اتفاق میفته، بازنشستگان در سطح سراسری اتفاق میفته، و در واقع ارتباطات سراسری رو اینها امکان پذیر کردن و الگوی ارتباط یا تشکل سراسری در رسته های مختلف در واقع مطرح شده، دیگه رویا نیست. این خودشو قشنگشون میده. به نظر من این مسئله کلیدیه و رژیم هیچ کاری نمیتونه بکنه. نمیدونم اون کامیون ها، نمیدونم به اصطلاح تانکرهای سپاه و فلان رو بیارن اینا رو بشکنند و اینا، مگه میشه 350,000 مثلا کامیون رو فلان رو مثلا اگه سپاه اینا داشت این دوی خودش اصلا باید همه چیز رو دست خودش میداشت؟ چنین چیزی امکان ناپذیره. حتما به این جنبه ها خواهیم پرداخت. ببینید الان چیزی که در ارتباط با خواستهای رانندگان و کامیونداران باید گفت، در واقع مطالبات اینها مطالبات مرکبه، در هم ریخته است. یعنی مثلا فرض بکن رسیدگی وضعیت خراب جاده ها جزو خواستشونه، کاهش نرخ مالیات سالانه کامیون ها جزو خواستشونه، کاهش نرخ عوارض جاده خواستشونه، پرداخت نقدی کرایه شرکت های باربری که از خلیج فارس به این سو جنس میبرن و میارن جزو خواستهاشونه، افزایش سوخت ماهانه جزو خواستهاشونه، تصویب قانون جدید به کاهش درصدی نرخ کمیسیون خواستشونه، در واقع داست زدن به این دلال هایی که توی این پایانه ها هستن و توی بارگیری کمیسیون های وسیع میگیرن خواستشونه. یعنی در قبال خواست مرکب ما شاهد این هستیم که در روز سوم برای اینکه این حد از اعتصاب و اعتراض رو بخوابونن، سرکله داریوش امانی
معاون حمل نقل سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای پیدا شده و گفته که ما با دولت داریم صحبت می‌کنیم و امیدواریم که افزایش 15% تا 20% کرایه‌بار رو تصویب بکنه. امیدواریم. خب این همه خواست در همتنیده پیش روی اینهاست، یکی رو انگشت گذاشتن. بعد از اون طرف همطوری که شما به درستی اشاره کردید با آوردن نیروی در واقع کامیون‌های سپاه و ارتش میخوان این اعتصاب به این بزرگی رو بشکنن، در حالی که این اعتصاب داره بچه میکنه و اعتصابات دیگری رو هم با خودش همراه میکنه. تاکسیران دارن بهش میپیوندن، بازار داره بهش میپیونده، متحدین خودش رو در سطح اتوبوسرانی های مختلف داره پیدا میکنه و این هر روز داره وسیع‌تر میشه. 11 روز از این اعتصاب گذشته، هنوز که هنوزه خوش نشده، بلکه همه تلاش های دولت هم بینه چه. خواستم ببینم آیا جمهوری اسلامی با وصف فلاکت باری که داره اساسا میتونه به این سطح از مطالبه مرکب پاسخ باشه این روز؟ واقعیتی که هستش بیش از آنچه که خرابی اقتصاد باشه فساد دولتی هستش، فساد حکومت جمهوری. جمهوری اسلامی حکومتیه که نمیتونه تناقضات داخلیش رو حل بکنه. توجه داشته باشید که دلایل زیادی داره که وارد بشیم، وقتمون رو از بحث اصلی خارج میشیم. جمهوری اسلامی دولتیه که تناقضات داخلی متعدد داره، نهادهای موازی متعدد داره، نیروهای به چیزی داره که اصلا آیا دولت قانون، سوال اینه، آیا دولت قانون، حالا قانون عادلانه یا غیر عادلانه، توجه داشت باشه دولت قانون دموکراسی نیست. حتی در یک دیکتاتوری، مثلا میدونیم در اروپا دولت قانون حتی در دوره اون سلطنت های مطلقه هم میتونست وجود داشته باشه، وجود داشت، یعنی مثلا شاه فرمان میداد اون اجرا میشد دیگه، نه که هر روز اون چیزها رو عوض میکردن. دولت قانون اگر امکان پذیر نباشه، که در جمهوری اسلامی عملا امکان ناپذیر هستش، این به این سادگی ها حل شدنی نیست. بنابراین که بحث بر سر این نیست که 30% رو 20% رو اضافه کنن، 30% رو اضافه کنن و اینا. بحث اینه که این انگل هایی که اینها رو خفه می کنن، کامیون رانی که همین اعتصاب تمام بشه، فلان مثلا وارد کننده یا صادر کننده یقه اینها رو خواهد گرفت که اگر این کار رو نکنید این کار رو میکنم. اینا چه کار میتونن بکنن؟ تکی اینا احتیاج دارن که به پشتوانه به اصلاح تشکل یه حرکت، یک چیز جمعی، و این چیز جمعی رو هم حالا کشف کردن و پیاده کردن و این به سادگی حل نخواهد شد. منظورم اینه که اصل در رابطه با سوالی که شما مطرح کردید که سوال خیلی هم مهمیه، اقتصاد ایران اینطوری نیست که اصلا نتونن جواب اینا رو بدن. میشه افزایش داد، متأخر در صورتی میشه افزایش داد که یک دولتی وجود داشته باشه، قانونی رو اعلام بکنه و اون رو بتونه اجرا بکنه. چنین چیزی امکان ناپذیره در جمهوری اسلامی. بنابراین که مردم به جان اومدن، همه اونهایی که با نهادهای اینطوری دولتی و شبه دولتی سر و کار پیدا میکنن، با یک کائناتی روبرو هستن که هیچ منطقی نیست. قانون جنگل حاکمه. من فکر نمی کنم به این آسانی حل بشه و این خودش باعث خواهد شد که اینها کامیونداران یا کامیونرانان و اینها خودشون بهتر از من و شما میدونن دیگه، با اینها سر و کله میزنن هر روز هر ساعت، بهتر میدونن که اینها این نیروی جمعیشون رو کشف کردن، این بل نخواهند کرد. بنابراین که این به اصلاح سازمان یابیشون یک دستاورد بزرگ و باشکوهیه که اینو باید نگه دارن تا اینکه قدم به قدم بتونن اینها رو یه جاهای عقب برن. واقعیت نه، ولی تا جمهوری اسلامی هست اینجور چیزا حل شدنی نیست. مثلا سازماندهی شبکه‌ای، واقعیت مثلا اینه که سازماندهی شبکه‌ای در ارتباط با حرکت کامیونداران نشون داده که ظرفیت‌های باقای زیادی داره. با یه فراخوان در روز اول تو شبکه‌های مجازی و شروعش که روز دوم سوم اونقدر گسترده باشه و امروز که در واقع این بیش از یک هفته از کل ماجرا میگذره، در واقع نشون داده که در بخش وسیعی از جغرافیای ایران چگونه میتونیم پیوندها رو بس بکنه. یه نکته‌ای که در رابطه با کامیونداران هست، واقعیت اینه که این ایستگاه‌های بین راهی کامیونداران یک پایگاه بزرگیه
برای اسکان اینها، برای دور هم بودن. آدم فیلم ها رو که میبینه تو ساعت شبکه های مجازی، اونجا میخورن، میزنن، میگیرن، میرخصن و کلی تبادل اطلاعات میکنن. و این ایستگاه های بین راهی در واقع یه ایستگاهیه برای اینکه بیان و اون بارنامه رو دست اینا بدن که اینا بتونن بارا رو بردارن هم بکنن. الان جمهوری اسلامی جدا از اینکه تلاش داره به گیگاه اتصال به پایان رسیده، بخش زیادی از این پایگاه ها رو، پایان ها رو بسته. یعنی فشار رو اونچنان بر اینا داره وارد میکنه که بخواد به نوعی بشکنه و شکستن اینها اعلام بکنه که تمام شد. مثلا اون انجمن های، اون کانون های صنفی که به نام کامیون داران هست، خب بخش زیادی اینها زایده های خود نظام هست. و اینها میگن که ادامه اعتصاب، این خیلی به صراحت به زبان میارن، ادامه اعتصاب وسیله بهره برداری مثلا نیروهای نمیدونم اجانب میشه. منظور ما که الان نشستیم در این بیرامون حلقات به حساب صحبت میکنیم، ادامه اعتصاب اینا برمیکنه، در حالی که ادامه این اعتصاب وسیله خواهد شد که به گسترش همگرایی ها منتهی بشه. مثلا حلقه واسطه مسئله درامیختگی مطالبات در همتنیده رو هیچ رای جز گسترش همگرایی ها پاسخگو نیست. یعنی اگر کامیون دار به بازنشستگان، بازنشستگان به معلمان، معلمان به سندیکای نمیدونم شرکت واحد، اون به هفته به اینا نپیوندن، بدل به یک اقتصاب در واقع فراتر از یک نیروی اجتماعی نشه، را به جایی نمیبرن. یعنی اون نکته سازماندهی که شما بهش اشاره میکنید، من فکر میکنم که ما حسل این ماجرا از دل این برمیاد، نه اینکه جمهوری اسلامی هی تو بوگو کرنای خودش میدمه که آقا اعتصاب پایان رسیده، در حالی که ما شاهد این هستیم اعتصاب پایان نرسیده که هیچی، بلکه حلقات دیگری هر لحظه دارن بهش اشاره میکنن. پرسش اینه که چگونه راهی برای سازمانیابی گسترده کردن این شبکه هایی که امروز دارن خبر پراکنی میکنن و اطلاع رسانی میکنن و وصل میکنن این اعتصابات رو به هم دیگه و نمیگذارن که رو به تعطیلی بره، ما پیش روی خودمون داریم. ببینید، اولین مسئله اینه که همین شبکه های مجازی که دوره اینترنت اطلاعات و اینا زندگی میکنه، چیزهایی که قبلا مثلا 20 سال پیش قابل تصور نبود، حالا در دست مردمه. یعنی ارتباط گرفتن، همون که بگید ها مثلا قهوه خانه های بین راه، نمیدونم استراحتگاه ها، خوابگاه های اونجا مثلا مجبور کامیون، راننده کامیون بخوابه فلان بکنه و اونجاها میشینن صحبت میکنن، میرخصن به گفت شما. بعد اینها جاهایی که ارتباطات حضوری لازم. خب اون ارتباطات حضوری خیلی مهمه، ولی میدونید که حالا دوره این نیست که فقط از طریق ارتباطات حضوری به اصلاح سازمان یابی بشه. مثلا فکرشو بکنید که حالا در واقع نیمه شرقی کشور رو در بر گرفته این اتصال، توجه داشته باشید که اونجاهایی که در واقع نسبت به نیمه غربیش به اصلاح راه آهن ضعیف‌تر، دقت بکنید، و خیلی از حمل و نقل خیلی از اینجا مثلا است. شما مثلا بین کرمان و زاهد به اصلاح چیز رفته باشید، کرمان و زاهدان، یا مثلا کرمان و بندرعباس، میدونید یعنی چه؟ یعنی بستن این راه، چیزهایی که وسط راه هست و اینها، یعنی که اصلا کشت و کشتار در جاده ها امکان ناپذیره. یعنی راننده رو توجه داشت، حتی راننده کامیون ده، حتی راننده اتوبوس رو در نظر بگیرید. کسانی که این راه ها رو رفتن خودشون بهتر میدونن که در اون گرما و یا سرما و یا اون در فصلهای مختلف، مثلا کل مثلا طول استان فقط سیستان و بلوچستان رو برید پایین، چه خبر هستن اونجا، فقط اون قسمت رو در نظر بگیرید. یعنی اینجاها اگر اون ارتباطات رو شما قطع بکنید، اصلا امکان نداره راننده کامیون چطوری آخه اصلا باید به اصلاح بتونه استراحت بکنه. اینا زندگیشون در واقع در جاده ها میگذره بیچارا. بنابراین که اینها رو اصلا بستن خواب و خیاله، امکان نداره چنین چیزی اتفاق بیفته. به علاوه ببینید، رده های مثلا خدمات همجوار وجود داره. همین الان یه چیزی هست که میبینید که در فصلهای معینی، مثلا فصل تابستان در دوره عید مثلا بهاری و فلان، عید نوروز و اینها، بخش بزرگی میلیون های ایرانی جابجا میشن، یعنی میرن برخلاف گذشته، چون دنیای امروز دنیای مسافرت هاست. همین خیلی در ایران، حتی اونایی که فقیرند و اینا مثلا همین میفتن، مثلا
مثلا در موازات همین حمل و نقل مثلا جاده ای، مثلا اتوبوس رانی هستش، اتوبوس رانی بین شهرها هستش، خب اونها رو مسلما همونطور که شما اشاره کردید بسیج خواهد کرد. همینطور وقتی که اختلالات ایجاد بشه در به اصطلاح خدمات اینها و مثلا محصولات اون کالاهایی که بایستی به موقع برسن به شهرهای مختلف نرسن، اختلال ایجاد بشه، خود اون اصناف و مصرف کننده ها و فروشنده ها و اینها کار و بارشون خراب خواهد شد. بنابراین که بخش خدمات بخش بسیار بسیار حساسیه و بخش بسیار بزرگی هم در اون سر و کار دارن. به علاوه اینها مسائل خاصی رو دارن که مسائل اخص کامیونداران و کامیونرانان با مسائل حتی اتوبوسرانان این فرقهایی داره. منتها همه اینها رو اگه در نظر بگیرید، مثلا همون موردهایی که شما اشاره کردید بهش، مثلا پورسانتی میخوان، نمیدونم قرار و مدار میذارن که باید این کار رو بکنید، اگه این کار رو نخورید نمیدونم بار به شما نمیدیم، فلان نمیکنیم، به ما نمیکنیم، ده تعرفه رو این کار رو میکنند و اینا، همه اینها چیزهایی هستن که اون زورگویی نهادهای شبه دولتی یعنی حکومتی ها، نهاد و سپاه و جهاد و فلان و بهمان، اینها رو همه لمس میکنن. معلم ها هم لمس میکنن، تاکسیرانان هم لمس میکنن و خیلی ها، مثلا اتوبوسرانان شهری هم لمس میکنن. همین میتونه بسیط کنه اتوبوسرانان شهری رو. مثلا ببینید قدیمی ترین، حالا یعنی با سابقه ترین تشکل مستقل کارگران اتوبوسرانی شهری و مثلا سندیکای اتوبوسرانان تهران هست دیگه. مثلا اگه اینها دیدید که از اینها حمایت کردن اتوبوسران و به حق ما دستشون در نکنه، خیلی عالی کاری کردن و کردن حمایت کردن، همین اتوبوسرانان داخل شهری، حمل و نقل داخل شهری، مثلا اتوبوسرانان 10 شهر بزرگ کشور فرض کنید همراه تهران، اینا بتونن مثلا یه فدراسیون مثلا خاص خودشون رو به وجود بیارن، ببینید چه اتفاقی میتونه بیفته. مثلا یه روز حتی به اصطلاح اتوبوسرانی در 10 شهر بزرگ بسته بشه، ببینید چه اختلالی اتفاق میفته. اینا چیزهایی نیست که اون با زور سرنیزه بشه این کار رو کرد، همه کار رو سازمان داده کنن. بنابراین جمهوری اسلامی در وضعیتی افتاده که دیگه مردم اون از مرز ترس گذاشتن و بنابراین که تشکل یابی با همراه با اقداماتی که برای تشکل برای اینه که به خواسته هاشون برسن، اونها رو به اصطلاح مطرح کنند و پیش ببرند و اینها، و یه عالم خواست دارن در همه بخش های به اصطلاح اقتصاد کشور، کارکنان و زحمتکشان اقتصاد کشور. بنابراین که همه اینها بسیط خواهد شد، به این سادگی ها نیست. واقعیت مثلا کردم به سندیکای شرکت واحد اشاره کردید، امروز ما شاهد صدور بیانیه جمعی از کسبه و بازاریان مشهد هستیم که اینا صنف تولید کننده درب و پنجره هستن که در حمایت از اعتصاب سراسری کامیونداران در واقع بیانیه‌ای دادن، گفتن در تمام طول این 14 این کامیونداران تو سرما تو گرما به ما سرویس دادن که ما بتونیم تولیدات خودمون رو به جای کشور برسونیم. امروز خوابیدن، خواستای روشنی دارن، ما از این خواستها قویاً پشتیبانی و حمایت میکنیم و چنانچه دولت نسبت به این خواستهای مرکب اینها بیتوجه باشه، ما از تمام بازار میخواییم که پشت این اعتصاب جای بگیره. یعنی نکته خیلی مهمیه سرایت اعتراض کامیونداران به رانندگان تاکسی، به اتوبوس تو برخی از شهرها، همه جنبه های مهم همبستگی مطالباتی و طبقاتی به این اعتراض و در واقع در مقابل چشمان افکار عمومی به نمایش گذاشته. یعنی به درستی اشاره میکنید که کاری که شرکت واحد کرده رویه، ولی از واسه مسئله اینی که یه نکته پیش روی ماست و اون اینه جمهوری اسلامی در قبال موج وسیع اعتراضاتی که الان ما تو کشور داریم، مثلا فرض بکن هپکو، آزارا، پولاد، سطوح مختلف اعتراضاتی که تو هفته پا فلانی واقعی مثلا اینکه بیتوجهه، یعنی چشم خودشو در مقابل این موج اعتراضاتی که آدم میتونه در یک روز 10 تا اعتراض بشموره بی توجه، ولی یک اعتراضی به مثابه اعتراض کامیونداران
فوری جمهوری اسلامی رو چیکار کرد؟ دولت، منظورم بیشتر دولت، به عقب نشینی با داشت، یک کسی فرستاد گفت که این، یعنی در واقع این اعتراض به این وسعت سطحی از عقب نشینی موضعی و جزئی رو به شکلی ماهرانه در دستور کار دولت گذاشت. از اون طرف هم که گفتم سپاه رو آورد و نمیدونم ارتش آورد و حتی نیروهای امنیتی خودش رو لباس کامیون پوشون، در واقع رانندگی تنشون کرد، کامیون داد دستشون که برن پای این اعتصاب اینجا اونجا خورد بکنن، به دلیل اینکه آقا الان آمریکا این موضوع داره، فلان تلویزیون این موضوع داره، نمیدونم این اون موضوع داره، سلطان طلبا دارن از اعتصاب ها بربرداری میکنن، مجاهدین دارن بربرداری میکنن، و این رو وسیله‌ای بکنه برای رهایی از ورشکستگی خودش. در حالی که ما شاهد این هستیم که این اعتصاب با موج وسیعی به خودش گرفته و خواسته های چنگانه‌ای که داره، که دولت اساسا ظرفیت پاسخگویی نداره، پرسشم اینه آیا کارهایی که دولت داره میکنه مضمون بازدارندگی این اعتصاب رو میتونه در واقع به نمایش بگذاره تو شرایطی که امروز همچنان و همچنان اعتصاب ادامه داره؟ همین امروز ما شاهد این بودیم که تو کرمانشاه، توی اصفهان، توی مشهد و باز یک نقطه دیگر در جنوب کشور، روی بخشی از مصادیقی که جزو خواستهاشون بوده کامیونداران وایستادن و حرکت نکردن. حالا داره به شهرهای شمال اون طرف ها میاد، تو مازندران، تو رشتم، تو خرطومی، تو رشتم مقاومت های شده. آیا واقعا هزینه این اعتصاب به این شکله میتونه بلد به یک شورش وسیع بشه که در واقع مردم رو با خودش همراه بکنه و سطحی از همبستگی طبقاتی و مطالباتی رو پیش روی مردم بگذاری یا نه؟ ببینید، واقعیت ماجرا اینه که این اعتراضات رو همه که شما گفتید در سطوح مختلف در نظر بگید، کامیون دوران هستن، اینا اولین ها نیستن، در واقع این حرکت بزرگ حرکت بزرگیه، ولی یکی از آخرین حرکت های بزرگه. قبل از این حرکت های اتفاق افتاده، بر دوش اونها حرکت رو اتفاق افتاده. مثلا اینه که جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که بتونه اینها رو جمع جور بکنه. من به نظرم اینطوری هست که نه اینکه اینها اصلا نمیتونن، یعنی اقتصاد ایران آنچنان ورشکسته است که اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه. واقعیت اینه که اونقدر دولت آلوده است که اونقدر به اصطلاح ملوک و طوایفی هر کرکیگری حاکم است که نمیتونن تصمیمی رو بگیرن و روی اون وایستند و جلو ببرن، یعنی مثلا تغییراتی بدن، اصلاحاتی بکنن. چون واقعیت اینه که با سرکوب میشه یه مدتی اینور اونور حتی خاموشم کرد، ولی از اون حد گذشته. ما مثلا یادتون باشه در حوادث دیماه وقتی اتفاق افتاد، اون 10 روز دیماه، خیزش دیماه، خیلی ها از جمله خیلی از چپ ها فلان میگفتن این که تمام شد دیگه، تمام شد دیگه ظاهرم، و حالا که تمام نشده میبینیم دیگه که مثلا به شکلهای مختلف ادامه داره و شعارهایی در همین ماهای اخیر مطرح شده که از شعارهای 10 روز دیماه بعضی هاشون تندتر هستن. اگه اینها رو توجه بکنیم، مردم از اون حد به اصطلاح ترس گذشتن، یعنی یک حرکت عمومی اعتراض و به اصطلاح رویارویی با رژیم، تنها هم در حوزه اقتصادی، یعنی مثلا زحمت کشان در مقابل رژیم باشن، نیست. این مسئله که در ایران برای اول بار زحمتکشان به شکل وسیعی دارن دیگه بسیط میشن برای رویارویی رژیم، این خودش همراه اون چیزی که قبلا هم وجود داشته و اون که مبارزه رویارویی بر سر آزادی ها برای زندگی مدنی فلان و بهمان، که بسیار رویارویی بگیم مثلا جبهه آزادی، این جبهه نان اگه بگیم اون جبهه آزادی، اون ادامه داشت. این دوتا همزمان شدن و رژیم به شدت غافلگیره، نمیتونه کاری بکنه. میبینید اینجا و اونجا یک به اصطلاح نرمش هایی نشون میده، ولی این نرمش های یک دیکتاتوری بیرحم هستش. در این حال که همین کارها را میکنن، میبینید که بعد از دیما چقدر آدم رو خودکشی کردن در زندان ها. حالا این اومدن مثلا آوردن جلوی رهبر، مثلا چند نفر صحبت میکنه و رهبرم ظاهرا میگه برای شما جوون هستید و فلان و بهمان، منتهای راهی که نشون میده
گویا مثلا چند دهه دیگه هم باید صبر بکنن تا اینکه مثلا چیزی اتفاق بیفته. حالا اگه در واقع دست خود اینا باشه، وان که در همین 40 سالی که در ایران اینها بودن، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به طور میانگین در این 40 سال به گفته خود رژیمی ها 2.5% بوده، با آنچه این درصد برای یک رژیم فاجعه بار در دنیای سوم. فکرشو بکنید، اگر در مثلا 10 سال قبل از انقلاب رو در نظر بگیرید که ایران در حالی انقلاب شد که یه دفعه یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصاد رو داشت، یه جا که متوقف شد یه دفعه منفجر شد دیگه مسئله. حالا در وضعیتی هستن که اینها نمیتونن کاری بکنن و بنابراینه که حرکت‌های مختلف به دنبال هم میان. در اینجا مسئله یعنی قضیه هم سیاسی شده. میبینید که در واقع همین که هم دولت رو میگن، هم رئیس جمهور رو میگن، هم قوه قضاییه رو میگن، در داخل خود رژیمی ها مثلا از حتی اصلاح طلبان دارن صحبت میکنن، اصلاحات اصلاح طلبان، اصلاحات اصلاحات و فلان و اصلاحات برای چی فلان و این داستان ها، یعنی در واقع همه چیز زیر سوال رفته، خود رهبر بیشتر از همه زیر دست و پا مونده. در چنین شرایطی یک چیز روشنه، اونه که خیزش بزرگه، حرکت فقط اتوبوس و کامیونداران نیست، حرکت عمومی مردم هستش. مسئله ای که هستش عبارت از اینه که جمهوری اسلامی هم دشمنان وسیعی داره، برخلاف رژیم شاه که در قدرت‌های دیگر تقریبا دشمنی نداشت. در اینجا واقعیت اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه کارهایی رو بکنه و خیلی جاها دست و بالش هم بسته تر میشه. همین الان مثلا این برجام رو لااقل مثلا صادرات نفت ایران یا عالم کاهش پیدا خواهد کرد، حالا هر قدم که بگید در همه اینا اثر خواهد گذاشت و جمهوری اسلامی در وضعیت خیلی فاجعه باری قرار گرفته برای خودشون. ها میگم فاجعه بار، نه از نظر مردم، ولی مسئله عبارت از اینه که آیا در این شرایط چه چیزی مهم حیاتیه. اون عبارت از اینه که متناسب با این سیاسی شدن، گسترش موج اعتراضات، آیا سازمانیابی با این آهنگ جلو میره یا نه. متاسفانه این کنده. اینها خبر خیلی خوبیه که مثلا کامیونداران سازمان دادن خودشون، این حادثه بسیار مهم بود. یک بار که اعتصاب کردم، دفعه دوم که اعتصاب بکنم اونطوری نخواهد بود. معلمان دفعه اول که اومدن بالا جلو و سراسری مثلا هر اعتراضی کردن، دفعه دوم که اومدن سازمان یافته تر بودن. رژیم شروع کرده به کادر کشی و کادر زنی و اینها، ولی اینها نمیتونه خیلی کاری بکنه. مسئله ای که هستش اینه که مخصوصا اون طبقه کارگر، زحمت کشان و اینها بتونن سازمان یابی خودشون رو محکم کنن، ارتباطاتشون رو محکم بکنن تا اینکه نشه با اینها بازی کرد، چه در این رژیم چه بعد از این رژیم. این مسئله خیلی حیاتیه. به نظر من قطعیه که در این ما به جایی رسیده این که خیلی راحت نمیشه اینها رو خوابوند. به نظر من در رابطه با اون سوالی که شما مطرح میکنید، من نظرم اینه که آسان نیست خوابوندن اینها، نه که این اتوبوس رو، اصلا کلا مردم. فقط اینه که از این فرصت باید استفاده بکرد که مدام رسته های مختلف بتونن تشکل های خاص خودشون رو به وجود بیارن، مخصوصا پایینی ها، مهدنچی ها، نمیدونم کارگرهای حمل و نقل، نمیدونم معلم ها، نمیدونم معلم مثلا هفت تپه، کشاورزا فلان، اینا خیلی حیاتی هست. این سوال مهمه، یعنی بحث مهمیه که الان روشن گوش کنیم. ما وقتمون محدوده و من آخرین پرسش از شما ترمیده به اطلاعاتون برسونم که به اطلاع شنوندگان برسونم که هفته یکی پیش روی ماست. ما با فراخوان تجمع مرغداران سراسر کشور رو برو هستیم، با فراخوان تجمع سراسری کولبران در بانه رو برو هستیم، یعنی حرکات بزرگ پیش روی ماست. الان 3 تا معدن توی کرمان بیش از 2000 نیروی انسانی رو با خودشون دارن، دست به اعلام در واقع اعتصاب و اعتراض کردن، خواستاشون هم روشنه و مشخص‌ترینش بلا تکلیفی وضعیت قرارداد اون هست که قرارداد یک ساله اونها رو تمدید نمی کنن و برای اینکه سپردن به بخش خصوصی و معلوم نیست که بروشی که. ببینید پرسش اصلی اینه که اعتصاب کامیونداران و کامیونرانان بیش از این 10 روز که ادامه پیدا کرده به اینجا رسیده،
تداوم این حرکت باعث این شده که ما تاکسیداران و تاکسیرانان و بخشی از اتوبوسران رو توی سطح شهرهای مختلف ببینیم که با اینها هم پشتی کردن و بغل یک دیگر بایستادن و این داره به جلو میره، یعنی کم نشده ارزش، بلکه هر روز خبر میرسه که مثلا قائم شهر بوده، اول تهران بوده، قائم شهر بوده، بعد مشهد شده، بعد نمیدونم شهرهای دیگری که مثل دیگری دارن به موضوع تاکسی ها به این مسئله میفهمند. این خودش نشانه قدرت این نیرو و پتانسیل اعتراضی کارگران حمل و نقل شهریه که به درستی تو بحث اول شما به خودت اشاره کردید. حالا پرسش اینه، روی این تشکل سراسری کارگران و کارکنان بخش حمل و نقل اگر ما بخواییم تاکید ببرزیم، چه جنبه هایی از اون رو امروز باید بهش بیاندیشیم و بر آن باشیم که از این همپشتی و این در واقع سطح گسترده کردن شبکه ها میشه به امر سازمان‌یابی دست یافت؟ من به نظرم اولین نکته بارتر اینه که رژیم کادر کشی خواهد کرد و میکنه دیگه، میبینید که همین که میگید ها به در لباس مثلا امنیتی هاشون رو میارند و فلان و اینا خواهند کرد، افراد مؤثر و سازمانگر رو حتما درو خواهند کرد، یا خواهند کشت یا دستگیر خواهند کرد، در زندان ها بلایی سرشون خواهد آورد و فلان. مسئله اینه که قاعده فعالان رو مثلا اون تعدادشون رو باید بیشتر کرد تا بشه تداوم تشکل رو به اصطلاح تضمین کرد. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی تشکل مستقل حیاتی، مستقل از دولت و همچنین مستقل از احزاب. علتش چیه؟ همه کامیوندارا رو نمیشه مثلا به طرفداران چپ تبدیل کرد، همونطور همه معلم‌ها رو نمیشه فعلا، یعنی لااقل نمیشه، همونطور نمیشه به توادار سلطنت تبدیل کرد و فلان. برای همه اونها خواستهای مشخصی دارن، خودشون خواست دارن، یعنی منافع مشترک دارن، حول اون منافع مشترکشون جمع بشن خیلی حیاتی هستش. نه مثلا ببینید، حمایت اتوبوسرانان تهران از کامیون دارن بسیار با ارزش و بسیار در خور تجلیل و تبزلاق قدردانیست، ولی یادمون باشه که این در سطح دو تا رسته اقتصادیه. مثلا ما اتوبوسرانان شهری رو داریم، اتوبوسرانان بین شهری رو داریم. اینها رو من به نظرم باید هر کدومشون تشکل‌های خاص خودشون رو داشته باشن، بی نیاز از هم نیستن. ما باید حمایت کنیم، همونطور که مثلا بازنشستگان یا معلمان از کارگران حمایت میکنن، کارگرها بالعکس از معلمان. بعد اینها خیلی حیاتی هم، ولی در کنار این برای اینکه این استخوان‌بندی داشته باشه و بتونه ادامه پیدا بکنه، با یه ضربه‌ای در هم نشکنه، پراکنده نشه، مسئله خیلی کلیدی اینه که در یه اعتراض خلاصه نمیشه. مسئله اعتراض بایستی در طول خط دیده بشه، اعتراض در با یک خواست میشه پیروز شد، میشه شکست خورد در یک اعتراض، ولی در هر حال اون چیزی که میمونه تشکله، اون چیزی که میمونه که نیرومند میکنه و دستا ستون فقرات به وجود میاره برای این رسته از نیروی زحمت کش، اون تشکل هستش. تشکل رو بایستی به وجود آورد و حفظش کرد. تشکل کامیونداران و کامیونرانا خودشون یه تشکل باید خاصی باشه، همونطور تشکل اتوبوسرانان بین شهری، تشکل اتوبوسرانان داخل شهرها. مثلا دیگه گفتم مثلا 10 تا شهر، مثلا خب شهرهای داخل، مثلا اتوبوسرانی سندیکای اتوبوسرانی تهران باید الگویی باشه برای همه شهرهای ما. ببینید مثلا فکرشو بکنید، تشکل کارگران شهرداری شهرها، اینو ممکنه به ذهن آدم ها بگه که اینا مثلا خیلی مهم نیست، رفتگرا مثلا خیلی حیاتیه، اگر اینها تمیز نکنن شهرها را، گند و کثافت همه جا را میگیره و اینها کارفرماشون شهرداری ها هستن. اولا بایستی با این خواسته هایی که خیلی قشنگ دارن دیگه خود اونا، دور اینها مثلا کارگران شهرداری شهرهای مختلف یه اتحادیه درست کنن و در این صورت هست که در واقع ستون فقراتی به وجود میاد که اینها نیروی نیستن که باشون به صورت یک گله بشه به اصطلاح
چه دولتی ها و چه اون سیاسی هایی که میخوان بر واقع بر گرده اینا سوار بشن و این کارهاشون رو بکنن، یا خوب یا بد، ها من با اون کار ندارم. مسئله واقعا از اینه که کارگرا بایستی خودشون امورات خودشون رو در دست خودشون داشته باشن و این بدون تشکل‌های رسته‌ای مستقل و سراسری شدنی نیست. باید دوره‌ای که ما اینو داشته باشیم. ممنون از شما با در واقع تحکیدی که روی این تشکل مستقل از دولت و احزاب میدارید، به این خاطر که در واقع نگاهمون رو برجسته میکنیم در مقابل این براندازان اجارهی که تمام تلاششون اینه که اعتصابات و به صورت حرکت های اعتراضی کور رو در واقع سواری گرفتن از اونها تبدیل بکنن به نفع خودشون، از مجاهدین سر تن طلبان دیگران گرفته به در واقع بیریشه و بی پایش بکنن. ولی تأکیدی که شما میورزید بیش از هر چیزی به امر استقلال تشکل ها و حدت و سراسری کردن اونها نشون میده که ما به شکل شفاف از چه چیزی دفاع میکنیم. یه نکته رو بگم، یه جمله فقط، اینه که مسلمه که ما براندازی رو یه امر حیاتی میدونیم، حتی یه روز از عمر رژیم بیشتر بشه به ضرر ماست، ولی براندازی برای چی؟ برای مردم یا در خدمت مردم، به حاکمیت مردم یا چی؟ این در صورتی میشه که اهرم داشته باشه، مردم تشکل اهرم نداره، نیزه آزادیه، به قول انگلیسی حرف قشنگ نیزه آزادی تشکل. به همین خاطر از اونها به عنوان براندازان اجاره یاد کردم. رفیق شالگونی، شما به موضوع خدمات شهری اشاره داشتید و اشاره کردید به شهرداری ها که مرادتون همین رفتگرا هستن که از اینا به عنوان پاکبان جمهوری اسلامی یاد میکنه. به درستی اشاره میکنید که اگر اینا کارشون رو به وسعت چند شهر بزرگ مثلا تهران 14 میلیونی تعطیل بکنن، این شهر یه شبه در واقع گندش همه مردم رو آسیب میکنه. واقعیت مثلا اینه که چطور میشه این سطح از خدمات شهری رو که پایش به اتوبوس ها و تاکسی ها و غیر ذلک هست و هم پیوند زد و روی اون هسته در واقع تشکل مستقل تاکید ورزید؟ ببینید مسئله خدمات شهری یه مسئله است که اون خود همین حمل و نقل یا مثلا تمیز کردن شهرها یا مسائل دیگر هستش. یکی اینه که بخش خدمات، این مسئله حوزه بسیار حساسیه که حالا درباره صحبت میکردیم، ولی مسئله ای که هستش اینه که خدمات یه ویژگی داره برخلاف اون قدیم ها که مثلا اقتصاد سرمایه داری یه وضعیتی بود که مثلا کارگر صنعتی خیلی مهم بود دیگه و حالا هم مهم البته. بله. اونتا واقعیت اینه که در دوره‌ای که جهانی شدن و فلان و بهمان هستش، مثلا واردات و صادرات اینا میتونن مثلا کفش رو از چین وارد بکنن، کفشی که مردم میپوشن میکنن دیگه، مثلا پارچه از جای دیگه وارد بکنن. آیا مثلا خدمات بهداشتی رو از جای دیگه بزا تندرستی و فلان از جای دیگه میشه وارد کرد؟ نمیشه. اون برون سفاری میگن آلت سورسینگ و فلان، آیا امکان نداره؟ امکان نداره چنین چیز. یا مثلا همین خدمات شهری رو، مثلا رفتگرها رو، کاری رو که دارن به حیاتی هستش، اینو میشه از جای دیگه کارگر آورد؟ نمیشه، امکان نداره. بنابراین خدمات یک چیزی هست که اولا فراگیره. مثلا فکرشو بکنید چین که 400 میلیون کارگر داره، بخش چیز عظیمیه که در مثلا در صنعت دیگه در دیگر باید کار بزرگترین کارگاه صنعتی جهانه، ولی حتی در چین بخش خدمات در اقتصاد نیرویی که درش درگیر هستن بسیار بیشتر از بخش صنعته. و اگر این طوری هستش در همه کشورها تقریبا در دنیای امروز بخش خدمات بسیار بسیار مهمه، همه شهرشیدی و فلان اینا. بنابراین که حرکت ها و سازمان یابی ها در این حوزه بسیار حساسه و قدرت انعطاف اون سرمایه داران در این طرف ها که بتونن اینو تعطیل کنن، مثلا اگر لازم باشه ببندن فلان بهمان نداره، یعنی نمیشه تعطیل کرد. در اینجا هاست که امکان حرکت های کارگری و سازمانیابی کارگران و همینطور پیشروی کارگران و اینها، کارگران و زحمتکشان، کارگر در معنای وسیعش میگم، مثلا چطور میشه آموزش و پرورش رو تعطیل کرد؟ اصلا مگه امکان پذیر هستش؟ یعنی در واقع نیروی کار، آموزش و پرورش وقتی میگیم یعنی که تربیت نیروی کار دیگه، اصلا کل نیروی کار تعطیل میشه در واقع.
اصلا امکان نداره چه چیزی. نسل های آینده رو مگه میشه که از چیز که تعطیل کرد؟ یه روز دو روز میشه، ولی اصلا امکان نداره چه چیزی. بنابراین که در این حوزه ها امکان انعطاف برای اون سرمایه خیلی ضعیفه، سرمایه دولت، اون سرمایه فلان و اینا، و کارگرها امکان این که بتونن حرفاشون رو جلو ببرن و سازمان یابیشون رو بیشتر بکنن و همینطور یک سکویی به وجود بیارن که الگویی باشه برای بخشهای دیگر کارگران و در زمینه مثلا تشکل سراسری در مورد چیزهایی که مثلا تامین اجتماعی، بخشهایی که پراکنده هستن. مثلا ظاهرا قبل از این اعتصاب کامیون رانان و کامیون داران شاید اصلا عجیب بود که کامیون دارن که در یه جایی که جمع نمیشن کجا اینا میتونن سازمان پیدا بکنن. فکرشو بکنید یه دفعه تمام اقتصاد کشور رو، در واقع لااقل نیمی از اقتصاد کشور رو خوابوندن دیگه ها. یعنی این یک چیزیه که در دنیای امروز اصلا دنیای سیالیه که امکان نداره که اینها رو تعطیل کرد. بنابراین که مهمه که ما به بخش خدمات توجه بکنیم و امکانات سازمانیابی رو در این حوزه ها به طور ویژه مورد توجه قرار بدیم. منظورم از ما فعالان جنبش کارگریه، نه اینکه من و شما که مثلا در خارج نشسته ایم، اونهایی که واقعا سینه سپر میدند و جانشون رو به خطر میدازند در همین جاده ها و اینها، در همین خیابان ها، حتی جلو گلوله قرار میگیرن، زیر شکنجه ها قرار میگیرند و اینها، اونها رو میگم. وقتی اینها توجه ویژه بکنن به این حوزه، به نظر من نتیجه کار خیلی درخشان خواهد بود. یعنی اونجاها اگر انسجام پیدا بکنه نیروی زحمت کش کشور ما، راحت نمیشه باش بازی کرد و از این حوزه میشه پیشروی رو شروع کرد به حوزه های دیگر. نکته درستی رو بهش اشاره کردید. واقعیت مثلا اینه که اعتصاب تا همین جا تأثیرات بسیار بسیار گسترده‌ای به جا گذاشته. کمبود سوخت توی جایگاه های عرضه برخی از شهرها، کمبود در واقع نهادهای دامی و عدم انتقال برخی از محصولات کشاورزی از مشهودترین موارد ناشی از این اعتصاب بزرگیه که بیش از 200 شهر رو پوشش داده و میشه گفت که بیش از پیش در کانون توجه افکار عمومی جامعه 80 میلیونی ماست. از شما به خاطر شرکت در این بحث و گفتگو ممنون و سپاسگزارم. باشه که این بحث پر اهمیت رو مادام میگین اعتصاب داره جلو میره و دولت هم داره با لطایف الیلی با کارشکنی های خودش میخواد اون رو بخوابونه، رو باز هم با بینندگان تلویزیون رای کارگر داشته باشه. زنده باشید امیر جان، زنده باشید، خسته نباشید.